بالاخره رئیس سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه گذشته اعلام کرد برای نادیده گرفتن منشأ آزمایشگاهی ویروس کرونا خیلی زود بود و خواستار شفافیت بیشتر دولت چین برای یافتن منشأ این ویروس شد. پس از آنکه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر این ویروس از دست دادند و حالا به همراه انواع جهش یافته خود جان می‌گیرد. شمار تلفات جانی ویروس کرونا از 4 میلیون نفر در جهان عبور کرد و اگرچه مرگ و میر ناشی از این ویروس به علت اجرای واکسیناسیون سراسری روندی نزولی پیش گرفته، اما همچنان برخی کشورها عرصه تاخت و تاز این ویروس مرگبار است که اولین بار از چین به تمام دنیا سرایت کرد. کشورهایی با حکومت‌های غرق در فساد که سلامتی و جان شهروندان برای حاکمان ارزشی ندارد. تازه ترین گونه ویروس کرونا با نام دلتا چندی است که ظاهر شده و گزارش ها از انتشار آن در ده ها کشور جهان حکایت دارند. دانشمندان در حال تحقیق هستند تا دریابند این گونه تازه چقدر خطرناکتر از ویروس اولیه است. گونه دلتا هم اکنون در حال کشتار صدها هزار نفر در کشورهای مختلف از جمله ایران است. دکتر ماریا ونکرکوف، مسئول فنی کووید 19 در سازمان بهداشت جهانی، میگوید ما نگران شیوع گونه دلتا در جهانیم، چرا که میدانیم قابلیت سرایت بین افراد در این گونه افزایش پیدا کرده. ما میدانیم در جاهایی که دلتا شناسایی شده سرعت انتشار آن بسیار سریع بوده، حتی سریعتر از گونه آلفا که اولین مرتبه بین دسامبر گذشته و ژانویه 2021 شناسایی شد. گونه دلتا تا امروز از 96 کشور گزارش شده و انتظار می رود انتشار آن ادامه یابد. دکتر ونکرکوف از چند عامل اصلی به عنوان عوامل مؤثر بر افزایش انتشار ویروس کرونا در جهان نام می برد که نخستین عامل پیدایش گونه های تازه کرونا از جمله همین گونه دلتا است. عامل دوم افزایش تحرک و اختلاط اجتماعی است که باعث زیاد شدن تماس‌های فردی شده. سومین عامل آسانگیری و عدم رعایت اقدامات بهداشتی در جامعه است و چهارمین عامل توزیع نابرابر واکسن در جوامع. گونه دلتا با کد B1617.2 که گونه جهش یافته از زیر مجموعه سرگونه B1617 ویروس کرونا است، اواخر سال 2020 در هند شناسایی شد و متعاقباً گزارش‌هایی از ده‌ها کشور دیگر هم مبنی بر وجود این گونه تازه منتشر گردید. از آنجا که میزان سرایت در این ویروس جهش یافته نسبت به اجداد معاصر خود به مقدار قابل توجهی بیشتر شده، سازمان بهداشت جهانی آن را در رده VOC یا گونه های نگران کننده طبقه بندی کرده. علاوه بر آن باعث بروز عوارض شدیدتری هم نسبت به گونه اولیه ویروس کرونا می شود. عوارض ناشی از دلتا ممکن است علاوه بر عوارض ویروس اصلی کرونا در قالب علائمی شبیه به سرماخوردگی هم ظاهر شوند. علائمی مانند تب، سردرد، آبریزش بینی و سوزش گلو. همچنین گونه جهش یافته دلتا پلاس نیز در ماه آوریل 2021 ابتدا در مهاراشترا هند شناسایی و متعاقباً در 8 کشور دیگر بریتانیا، پرتغال، سوئیس، ژاپن، نپال، هلند، روسیه و چین هم گزارش شده که از تبار ویروس دلتا با تغییری اندک است. یکی از پرسش‌های مهم درباره ویروس دلتا این است که آیا این گونه تازه باعث بیماری شدیدتری در میزبان نسبت به اجداد خود می‌شود؟ بنابر تحقیقی در اسکاتلند که اطلاعات آن در ژوئن 2021 منتشر شد، گونه دلتا 2.5 برابر بیشتر از گونه آلفا باعث بستری شدن افراد واکسین نشده درگیر با این ویروس شده. در این حال اطلاعات دیگر نشان می دهند تفاوت محسوسی وجود ندارد. از آنجا که جهش ایجاد شده در دلتا واسطه اتصال آنتیبادی ها به ویروس را هدف قرار می دهد، واکسن های موجود کارایی ضعیفتری در مقابله با آن دارند. تحقیقات مختلف دانشمندان نشان می‌دهند واکسن‌های بیماری کووید 19 در مقابله با این گونه چندین بار ضعیف‌ترند.
برای مثال یافته‌های اخیر کالج سلطنتی بریتانیا نشان می‌دهد حتی کودکان و افراد زیر 50 سال که در برابر ویروس اصلی کرونا آسیب پذیری کمتری داشتند در مقابل گونه دلتا 2.5 برابر بیشتر در معرض آسیب هستند. با تمام این نگرانی‌ها نقاط امیدوارکننده‌ای نیز در میان یافته‌ها وجود دارند. واکسن‌های موجود اگرچه در مواجهه با این گونه جهش یافته عملکرد ضعیف‌تری نسبت به گونه اصلی دارند، اما این به آن معنی نیست که فاقد کارایی هستند. خوشبختانه واکسن‌ها هنوز به طرز مؤثری در برابر گونه دلتا هم کار می‌کنند، اگرچه توان متفاوتی با یکدیگر دارند. بر پایه تحقیقی که جوان 2021 در بریتانیا انجام و نتایج آن به طور عمومی منتشر گردید، یک دوز از واکسن‌های استرازنکا و فایزر بایوانتک فقط 33% در مقابل گونه دلتا اثر بخش بوده، ولی این میزان در دوز دوم تفاوت چشمگیری پیدا کرده. پس از دریافت دوز دوم میزان اثر بخشی واکسن استرازنکا به 60% ارتقا یافته و میزان اثر بخشی واکسن فایزر بایوانتک به مقدار قابل توجه 88%. اگرچه آنگونه که از نتایج برمی آید واکسن‌های پیشگیری از بیماری کووید 19 در مقابل گونه دلتا اثر بخشی متفاوتی دارند، اما حتی ضعیف‌ترین آنها هم با ایمنی که می توانند به مرور زمان از طریق کاهش آمار ابتلا ایجاد کنند، هنوز مهمترین و قابل اتکاترین سنگر در برابر کابوسی به نام کرونا هستند که همچنان در کشورهای مختلف جان می گیرد.